با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این 27 روز از 11 ماه در 14 سال از 3 هزار خوشحال و پرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسند. همطور که وعده کرده بودیم و روی مانیتور مقابلتون میبینید و اون عزیزانی که از طریق رادیو و احیانا تلفن از طریق شماره 712 برنامه های ما رو دنبال میکنن، عرض میکنم که گفتگو میکنیم با آقای اسفندیار منفردزاده و گفتگو قرار بود در هفته پیشین باشد، ولی دستگانه دو تا دلیل داشت که اینکه آقای منفردزاده مشغول اسرارکشی بودند و جابجایی از محل قدیم به محل جدید و بعد هم سرمای سوئد و مهاجرای سرماخوردگی و گرفتاری که برایش پیش اومد و خوشحالیم که بهبود حاصل شده است و میتونیم امروز با آقای منفردزاده گفتگو بکنیم. دلیلی که از آقای منفردزاده خواهش کردم که بیان و در این برنامه با هم صحبت بکنیم این ماجرای همچنان تازه حضور مردم در ماجرای تشییع جنازه مرتضای پاشایی بود. پسر بهشتی ملعون به نام علیرضای بهشتی که جزء اصلاح طلبان محسوب می شود و جزء توریسیان های اون دسته هستم، یه مطلبی رو نوشته بود که دیگر این مردمان اون مردمانی نیستن که شما بتونید بازیشون بدید، بر نتیجه باید برید یه فکر دیگه ای بکنی و مردم راه خودشونو میرن و از شما جدا شدن. نکته جالبی که وجود داشت توی این مراسم، ضمن این که مردم آهنگای مرتضای پاشایی رو میخوندن، یه خواننده نو بود، یه خواننده تازه بود، من همیشه به این نکته اشاره میکنم که یه خواننده شهیری نبود، یه کسی نبود که گذشته چندانی داشته باشه، 2-3 بود اومده بود، 2-3 آلبوم داده بود و از طریق اینترنت هم آلبوماشو توزیع کرده بود، ولی چجوری بودش که این در شهرهای کوچک، یعنی چیزی که در 88 ندیدیم، اینجا شاهد بودیم که در شهرهای کوچک و بزرگ، شاید سراسر ایران اگر اغراق نباشد، همه در این مراسم عزاداری شرکت کردند و آهنگایی که میخوندن به اضافه آهنگای خود مرتضای پاشایی از آهنگای جاودانه اسفندیار منفردزاده هم استفاده میکردن. و من گفتم که خوبه از آقای منفردزاده بپرسم که چیه علت این که این مردم اومدن چه بود و خودش این ماندگاری کارش رو در چی میبینه، چون ما بالاخره موزیسین در ایران کم نداریم، آهنگساز هم کم نداریم، ولی چه چیزی داره که آهنگ منفردزاده اینجوری میماند، اون اساره، اون چیزی که توش هست، علت العللش از دید خود آهنگساز، نه از دید من، نه از دید شما، اون چیه؟ اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم، از طرف خودم و شما خوبان علاقمندان سلام بکنم با آقای منفردزاده و با همین پرسش برم خدمتش رو اینم که علت حضور مردم رو برای یه خوانندهی که چندان هم مشهور نبود در چی میبینه؟ آقا سلام بر شما. درود بر شما، سپاسگزارم که فرصت رو فرمیدید. من در یک کلام همونطور که اشاره کردید مشغول اساس‌کشی بودم و هوای بد برام، در مجموع اسمش میشه بدشانسی برای من که نتونستم به هنگام در خدمت شما و در تماس با بیننده شنونده های شما باشم. برام سپاسگزارم و برگردم به فرصتی که مطرح میکنید، هر کسی داشت خواهد کارهایی که میکنه در هر زمینه ماندگار بمونه باشه، ولی این اتفاقی که بعد از مرگ آوازخوان جوان که بر اثر سرطان معده فکر میکنم پیش آمد براش، مثل مرگ بسیاران دیگه که در اثر عوامل بسیار از جمله تغذیه بد، اعصاب بد، اکسیژن بد و همه چیز
آب و هوای بد و فشار عصبی بد برای بسیارانی. ولی جالب اینه که این آوازخوان اتفاقا آوازخوانی بود که پدرش در واقع خیلی توضیح کامل هم داده، مفصل همه میدونن که این خواننده معترضی نبود. یعنی اون چه که به نظر خلصیارانی ممکنه ناهنجاری بیاد در ایران، برای از منظر این جوانی که جانش از دست داد و پدر ایشون، این ناهنجاری نیست، همه چیز به هنجار بوده، همه چیز آرومه، همه چیز خوبه، همه چیز خیر و خوشی بوده، بیماری بوده. خب این یک سو که این آوازخوان از چیزهایی میگفته که به هر حال بخشی از جوان ساکن ایران دوست داره، حرف دل اونها هم میتونه باشه و بود. به همین دلیل در بسیاری از شهرهای کوچک حتی عکس‌العمل روی بسیار عکس‌العمل عاطفی انسانی نسبت به مرگ یک آدمی که فوری هم پیچید که این سرطان در واقع ناشی از سوء تغذیه و ناهنجاری های محیط زیستیه در واقع بمونن. این آدمی بود که حالا اگر بگیم از اون طرف بعضی هم بدبینانه نگاه میکنن که نظام خودش اینو برنامه‌ریزی کرد، نمیدونیم، اینا که مستند نیست، فقط حدس و گمان هست. نظامی که بهش اعتمادی نیست، همه کار هر بار منفی که بشه بهش داد همه میدن. اما این که برنامه‌ریزی کرده باشه نکرده باشم، از این اتفاق بهره برداری اینجور کرد که کسانی که باهاش درگیر باشن همراه بشن، همدل بشن، راه بیان، زخم زبان نزنن، اعتراض نکنن، موسیقی اعتراضی، ترانه معترض، وارد اون هیته و اون معمولات و معروف نشن، خب در صدر میشینند و جایی خواهند داشت و امتیازاتی. و اتفاقا این الگوها رو به نظر من از این مواقع و موارد استفاده میکنند، سوء استفاده میکنه نظام که به نسلهای بعد و اونایی که تو نوبت ایستادن بگه که راهتون اگه این باشه شما به امتیازاتی میرسید و مردم در واقع نسل جوان رو راحت در شرایطی که هست هول میده به سمتی که براش خطری ایجاد نکن. و از طرف دیگه حالا بخش دیگری از مردم که ما نمیتونیم بگیم چرا میایی اعتراض میکنی، میاد هر چیزی رو بهانه میکنه برای اعتراض به ناهنجاری هایی که خودش میبینه. و اینا چون اتفاقا یک پارچه نیست، از یک سو نیست، سلیقه های مختلف تو این تجمعات هست، حتی جنبش سبز که دیدیم رنگ و رنگ بود و امروز فردا هم اتفاق میفته، ولی اینها به جایی چرا نمیرسه این سوال اصلی هست. این اتفاقا میتونه اون دیگی که آماده انفجار هست بخارش رو کم کنه، فشار داخل دیگ رو کم کنه، سوپاپ اطمینان هست که یک جوری هم رژیم تجربه میکنه، همین که از اون طرف تجربه منفی میشه برای آدمایی که اومدن بیرون، میگن اون دفعه هم که اومدیم چیزی نشد، برای که خواسته ای نیست. رأی من کوی خواسته عجیب غریبی بود که خب برهارش جمعیت زیادی آمد بیرون برای مرگ این آدم و مرگهای دیگری، باز میتونه جمعیت بیاد بیرون. خواسته چیه؟ همه حرف اینجاست، چون اون خواسته اصلی، یعنی خواسته ای که تأمین کننده همه چیز باشه به دنبال خودش، اون وجود نداره. علتش سرکوب فراوانه، دوستایی که بیرون از ایران نشستن که خب بیشتر به هم میپردازن، به اشتباهات هم دیگه میپردازن و نقد و نظرات هم دیگه رو نقد میکنن، ولی همش هم از دیروز سخن میگن. من متاسفم که ما عادت کردیم همش از دیروز بگیم. دیروز هر کدوم از ما پر از اشتباه میتونه باشه از دید دیگری، ولی این پرداخره به دیروز بدون راه چاره یا چه باید کرد برای فردا، اینو ببینید چقدر در رسانه هایی که به هر حال حضور دارن چقدر صحبت از فردا میشه، فردایی کارساز، فردایی چاره‌ساز و پاسخ چه باید کرد. اینا همه باز انقدر شخصی و فردیه که باز همون گروهی است که میگه اون کاری که من کردم درسته، فردا باید همین کار بکنیم. همه تقریبا همینو میگن و
اون جبهه وسیع و گسترده‌ای که میتونه برابر این نظام استبدادی ارزندان کنه نیست. به این دلیل این نظام ادامه داره و فرهنگ خودشو که بر بستر سنت اتفاقا با دوام خواهد بود، متاسفانه بعضی از روشنفکران ما هم یا بگم به اصطلاح روشنفکران سنت ها رو همچنان تکیه میکنن بهش و بسترسازی ادامه داره، چرا که فرهنگ سنتی زایشش همین نظام سنتی و استبداد سنتی است که معقول و محبوله از دید موافقانش. ارزم به حضورت که خود شما آقای منفرد‌زاده، سوالم اینه و تو این مراسم خب از آهنگایی شما هم میخوندن مردم، خب شما در مجموع چند تا موزیک ساختی و چطوریه که این موزیکایی که شما ساختی غالب اینا ماندگاره؟ چه عنصری توش وجود داره که این همچنان تازه است و همچنان بهش رجوع میشه؟ این اونو خود شما چی میبینی؟ من میتونم حدس بزنم، در حال این ما یه دوره ای از تاریخ اجتماعی هنر ایرانی که خفقان اگر بود این اندازه نبود و ما در اون به اصطلاح دوران خوش اختناق و اسم شروع داشتم تونستیم یه کارهایی بکنیم، نه من تنها، زمینه شعر و داستان و سینما و تئاتر و از جمله ترانه که من هم موسیقی برای ترانه نوشتم و اشعار ترانه هم دیگرانی که زحمت کشتن که این کارها جوری با اشاره و تمثیل و استعاره زبان اعتراض به ناهنجاری ها بود، نه مستقیم که غیر مستقیم، غیر مستقیم این رو بیان کرده. خب نسلی که بعد از یک انقلاب که شعارش یکی از شعار اصلی آزادی بود و یعنی آزادی سیاسی، شعار نسل ما در تا 22 بهمن یک سوم شعار آزادی بود که این یعنی آزادی سیاسی، چون بقیه آزادی ها وجود داشت، در یک کلام وجود داشت. بنابراین این آزادی که پس از انقلاب سرکوب میشه و وحشتناک به دخالت های مستقیم در حتی اتاق خواب های مردم هم میره، این تجاوز، این تبعیض، این تجاوز به حقوق انسان، خب باعث میشه که پدران این نسل یا هم نسلان ما برای فرزندانشون از اون دوران بگن و شواهد اون دوران اشعار هست، داستان ها هست، سینمای اون دوران هست به اضافه ترانه ها، و اینها بازگو کننده اون اعتراض نسل ماست که خب این نسل میبینه که اون موقع اینها رو گفتیم ما، خب زبان امروز هم میتونه باشه. برای این آزادی سیاسی یا آزادی که یعنی آزادی سیاسی تا مستقر بچه تا به هدف نرسه، یک جامعه جامعه آزاد تا نشه، خب این حرف هفت تازه است. هر چی در هر روندی باز خودشو نشون میده، نیاز به اون هست، منتها هنوز این نیاز مشترک میان همه نیست به عنوان یکم، یعنی اولین خواسته. چرا؟ برای اینکه اکثریتی که برای بگیم روشنفکران مهاجرت کرده تبعیدی، خب تبعیدی همه از مزایای زیبای آزادی های سیاسی در جهان بیرون از ایران هر جا که اصلا تقریبا استفاده میکنن دیگه، دردشون نیست، زخمی ندارن، کمبودی ندارن، برای این مقوله تمام شده است از دید اونها، به دومین مرحله میپردازن، اینجا راهنمایی هاشون بی‌حاصله، برنامه‌ریزی هاشون برای فردا چه باید کرد پاسخ درستی نیست، چون اون اصل و اون آزادی سیاسی اوین نیست در بیرون از مرزهای اروپا و امریکای اون جهان آزاد بگیم نسبتا آزاد. اینه که این مقوله اصلی به محاق سپرده شده و دردناکه. این جوان امروز با بیان اون ترانه ها بخشی از حس خودشو میگه، با این به نظر من به این دلیل اینا هست هنوز، علی رغم نظام که خواسته محو کنه اسامی امثال ما رو حتی، ولی جوان شنیده اینها رو و توش اون حس مشترک رو دیده، چرا که کلیگویی میکنه ترانه، راهیابی نمیتونه بکنه یک ترانه یا حتی سینما، تئاتر، قصه حتی که صراحت بیشتری داره. بنابراین اینها همه، یعنی هنر به گردنش تعهدی افتاد که وظیفه احزاب بود و احزاب ممنوع بود و همواره احزاب ممنوع هستند و جوان راهی نداره جز این که
تکرار کنه تجربه ما رو که حاصلش اتفاقا انقلاب ناخواسته اسلامی بود، از بیخ و بن هم اسلامی بود و انقلاب دزدیده نشد. بسیار ممنون. اما باز یه نکته اینجا وجود داره و اونه که مثلا در گذشته ما اصلا میدونم که جزء آدمایی هستی که میل نداری راجب میگی آقا بیا راجب فردا حرف بزنیم، منم با شما هم عقیدم و میگم که این فردا رو اصلا حاضر نیست بهش نگاه بکنه، ولی همش بر میگرده پشت سرش و از پشت سرش اون رگاهش و پشته به جلو نیست، این درد اصلیشه. اما در همون گذشته اگر نگاه بکنیم به جامعه و بخش روشنفکری و بخش فعالش در حقیقت، اینقدر بس بر سر نمیدونم فروپاشی و براندازی و اینا اصلا صحبت این حرفا نبود، اینقدر که از روز اول انقلاب راجب براندازی نظام حرف میزنه، اون موقع کسی راجب براندازی نظام حرف نمیزد در بین عامه مردم، ولی الان امروز تو خونه هر کسی که بری بالاخره بس که به اینجا برسه میگه آقا تا اینا هستن اوضاع خرابه. چطوریه که اینی که این خواسته رو بیان میکنه و اونی که اون خواسته رو بیان نمیکنه اون توانست بالاخره یه حرکتی رو آغاز بکنه، حالا عاقبتش هرچی که بود مهم نی، ولی اون اتفاق افتاد. علت این که امروز همش راجبش حرف میزنه و در عمل نمیتونه کاری رو انجام بده رو چی میبینی؟ میگی چیه؟ دردش چیه؟ که از این شاید به یه راهکار به آینده برسیم. ولی من خیال میکنم وقتی که میخواد کاری بکنه نمیتونه بکنه، خب اولا چون میگید همه، از هر کی بپرسید میگه که یعنی ناراضیه. من فکر کنم این جنبندی درست نیست، حتما یه درصدی هستن که ناراضی هستن، حتی اکثریت ناراضی هستن، ولی به نظر من فاصله هست بین ناراضی و مخالف. یعنی این ناراضیان روزی که مخالف این نظام بشند اون رو باید ارزیابی کرد، اون قشری که مخالف نظام میشه. من خیال نمی کنم تعداد تعیین کننده مخالف استبداد ما در ایران داشته باشه. من این ارزیابی من هست با وجود که آمار نداریم، ولی اینجور نیست که همه با این نظام ناراضی هست. نه، ناراضی هم حتی اگر اکثریتی باشن انتقاداتی دارن به بعضی از عملکردهای بخشهای از این نظام. همینجا بود که یک بار با هم صحبت میکردیم به خاطرم هست، من گفتم اکثریت اپوزیسیون به اصطلاح خارج از ایران حتی در دام اصلاح طلبانه افتادیم. یعنی نظامی رو که خیلی وقت رسواست و شما میگید همه میگن تا این نظام هست، نه اینجور نیست، هنوز عده‌ای نقد میکنن اون نظام رو. به نظر من کسی که نقد میکنه، نه ببخشید صادق روایت میگه، وقتی شما نقد میکنید یک مجموعه رو بخشیشو، یعنی اون بخشی از اون رو قبول دارید. این نظام نقد بعدش دست کم تمام شده است، افشاگری تمام شده است، تازه نیست. هر حرکتی میکنه باز بخشی از اپوزیسیون تعجب میکنه و فکر میکنه که پیدا کرده دم خروسی از این نظام. این نظام رسوا شده است. کسی که نقد میکنه هنوز یعنی اصلاح طلبه. حالا شما ببینید آیا هست کسی که به جای نقد برنامه ای داشته باشه برای فردای پس از این نظام؟ نه برنامه خودش، برنامه ای که مقبول اکثریتی تعیین کننده باشه، چون هر کس خودش برای خودش، بزرگترینش هم سازمان مجاهدین برنامه دقیق نوشته شدن داشتن، ولی همه کس قبول نداشت و نداره و عاقبتش هم دیدیم. حالا از گذشته وقتی صحبت میشه، کاش که از گذشته اقلا دست کم از گذشته آیا پوینت مطلب نکته موضوع کار مثبتی در گذشته انجام شده اون چی بوده اونو بگیم، چون هر کس به نقد دیگران از گذشته در گذشته میپردازه، چرا که میخواد بی‌اعتباری ایجاد کنه برای اونا که از اون راه علی بمونه حوزش، یعنی اعتبار برای خودش. اینا راههای شکست خورده ای. بنابراین از گذشته حرف زدن اگر کار مثبتی شده گفتنش تبلیغ خوبیه، نمیتونیم بگیم هیچی نبوده مثبت در گذشته. و گذشته هم
شما میگید که حرف براندازی نبود، جرأت بیان اون نبود. به شکل‌های مختلف حتی تو ادبیات، تو شعر، حتی قشنگ تصویری از نخواستن این نظام بود. متأها جرأت بود. آخه مگه میشد گفتی نظام رو براندازی کنیم؟ فکر نمی‌کنم کسی چنین جرأتی می‌کرد. بنابراین نتیجه به نظر من این نیست که بگیم اون موقع حرف براندازی نبود. بود. به معنی اینکه اتفاقا آدمی مثل آقای خمینی میاد با تکیه بر حزب الله، حزب آزاد خودش، تنها حزب دوره پیش از انقلاب حزب الله بود. بارها من گفتم میدونم آقای خمینی جرأت کرد بگه شاه باید برود. خب این لذتی بود که همه جامعه، همه که میگم درصد بسیار بالایی از جامعه پذیرفتیم. نیرویی که آمد به خیابان نیروی کوچیکی نبود. حرف آقای خمینی دروغ گفت، عمل نکرد، اینا درست، ولی حرفای درستی بود که با طلا نوشت. وقتی میگه کسی حق نداره برای 50 سال بعد بنویسه که مردم چه باید بکنه، حرف بسیار درسته. اون تو خودش قبول نداره، میگه الان این که من میگم برای تا ظهور امام زمان. برای حرفای درست خیلی زدن از جمله آقای خمینی ولی و دیگران همینطور، ولی پیوند عمومی یه جمع بزرگی روی یک مقوله، حرف درست یا دو سه، هر چقدر بیشتر بهتر، همچین چیزی، یعنی یک کار دموکراتیک گسترده، نه تجربه شو داشتیم نه تمایل شو داریم. چرا که ما میگیم یا دیگی که برای ما نجوشه سگ دور جلوش بجوشه، دلون میخواد اونی که ما میخوایم بشه نشدم که خب دیگه نشه. ما که در فرانسه، آلمان، ایتالیا، اروپا، سوئد، نروژ، آمریکا، استرالیا، کانادا زندگی میکنیم، اوین هم نداره، هیچ کس هم ما رو دستگیر نمی کنه، هرچی هم دارم بخواد میگیم، تحلیل هم میکنیم، اشتباه بود به رو خودمون نمیاریم. اگه درست گفته باشیم 6 سال دیگه میگیم ما 6 سال پیش یه جمله درست گفتیم، اون رو در میاریم به روخ دیگران. بنابراین درد بسیاره و درمانش رو کسی فکرش نیست متاسفم. و مثلا وقتی که راجع به این موضوع صحبت کنیم، یادم در جلسه پیش تکلمه ای زدیم به مثلا آدمی مثل آقای عرفانی و آقای افتخاری که تلویزیون دیدگاه داره، نمیدونم حزب آبادگران داره، خود رهاگردان است، یا اونا هم مثلا پیشنهادشون اینه که برید در داخل ایران هسته تشکیل بدید. خب این چجوری میتونیم این کار رو بهش اعتبار بدیم؟ آیا مثلا این یه راهکار به نظر شما، این میتونه این راهکار باشه؟ آیا اگر به قول خود شما که میگی که اگه اینو تشکیل داد، خب از کجا میدونی که نفوذی توش نباشه، یه شهریاری توش وجود نداشته باشه، نمیدونم یه نهاوندی توش نباشه، چجوری میتونه اینو پیدا بکنه؟ اینو چجوری میشه؟ بله، این اشاره شما بسیار درسته. آقای عرفانی رو که من با بسیاری از نظراتشون دوست خوب من هستم و نزدیکی بسیاری با ایشون نظراتشون دارم، اما و حزب ایران آباد نام حزبی است که تأسیس کردن، یک سال خودی از کار میکنه، مواضع حزب رو مواضع نسبتا بازی هست یا بسته نیست، رادیکال نیست، مواضع رو اعلام میکنن. خوبه که این حزب در داخل که نمیتونه حزب آزاد باشه، بیرون یه ضرورتی، حالا چقدر کاربرد داره تشکر کن. درست میگه ایشون، بدون تشکل تشکیلات سیاسی اصلا نمیشه کار سیاسی کرد. کاملا درسته. آیدوشون روی الان همه اینو گفتن، همین کار سیاسی با تشکیلات سیاسی امکان پذیر. خب اینو همه درست. اما نکته ای که اتفاقا آقای عرفانی با دلسوزی از سر حسن نیت به داخل پیشنهاد میکنه درسته که داخل باید متشکل بشه تا بتونه کاری بکنه. و اشاره ایشون اینه که من چند بار شنیدم که 1% 1% هم 1 در 1000 حتی، اون 1 در 1000 که نمیخواد تن بده به این خفت، بگیم به این سرکوب و این در واقع انسان بشه به قول معروف وایس جلو و بخواد خواسته های انسانیشو، این هم میخواد هسته تشکیل بده. یعنی پیشنهاد آقای عرفانی اینه. خب این پیشنهاد خوبه برای کشوری که سرکوب نباشه توش. وقتی سرکوب هست، این تشکلی که باید هسته های کوچیک را بیفته، این چه شکلی پیشنهاد میشه برای مسئول بودن این
هسته های به اصطلاح 5 نفره 3 نفره 5 نفره هر چقدر از نفوذ عوامل وزارت اطلاعات در اینها به ویژه وزارت اطلاعات با تجربه‌ای که تمام تجربیات پیش از انقلاب داره و مشاوران بسیار خوب صندوق اتاق فکر بسیار قوی و بالا داره و به هر حال آدم نفوذی که میتونه چپتر یا رادیکالتر از تمام اون 4 5 تایی که میخوان هسته تشکیل بدن بره تو و حسابی باشه از در نطفه باشه نه که همون موقع 5 نفر رو لو بده صبر کنه تا اینکه شد یک انبوهی از عاشقان انسان بگیم اسمشون و اینا رو راحت بده دم تیغ و این خطرناک اصلا این مسئولیت رو نمیدونم چطور آقای عرفانی توجه نکرده بهش و اگر کرده دلم میخواد حالا من فرصت گرفتار ضبط کارام اصلا بعد از این ضبط از ایشون خواهم خواست که من دلم میخواد ببینیم چه فکری چه تمهیدی به کار گرفتن که این هسته ها مسئول میمونه از نفوذ عوامل وزارت اطلاعات و آسیبی که یه نوع ببخشید من نمیخوام هم اندازه و هم قدر بدونم اینا رو ولی آقای حقا چیزی شبیه این 200 نفر رو زندان انداخت روزی که میخواست بره برقصه در میدون شهیان درست بود یه شوخی واقعا بدجور هیچ کس نمیتونه باور کنه اما با ساده لوحی ادهی رفتن یه دم دستگیر شدن بگی بیاد بیرون من میام بیرون بیان شما اون رو این کارو خب این مسئولیت داره اولی سوال اینه که خب حالا درسته آقای عرفانی شناخته شده است نمیتونه بره ولی آیا واقعا میشه اونجا هسته های تشکیل داد بعد دستگیر میشه فوری و شما میدید وبلاگ توی وبلاگ یه کسی چیزی می‌نویسه دستگیر میشه میره کشته میشه برای این سرزمین با این شرایط وزارت اطلاعات با این تکیه‌گاه ایدئولوژیک حاکمیت و این سنتی که محافظ این نوع نظام ها هست همیشه در جهان اینو چی کار باش میشه این فکر نشده فقط بله روش روی کاغذ درسته ولی در عمل به نظر من بسیار بسیار خطرناک و نابود کردن عاشقان انسان و به دم تیغ سپردن اونهاست راه اتفاقی که تو ایران باید بیفته اتفاقا همون اتحاد همون اپوزیسیون همون مخالفان استبداده که باز آقای عرفانی میگه که تکرار 35 سال نه آقای عرفانی داره میخواد بگه که این اتحاد پیشنهاد برای اتحاد بر سر چه بوده موضوعی که پیشنهاد شده آقای مهربانی آقای اسفندیار آقای عرفانی بیایید با هم متحد بشیم سر چی؟ بهترین چیز سر براندازی نظام و این پیش شرط در اون حالا چی اولین هسته نطفه چیزی جایگزین که همه مخالفان استبداداش مخالف موافق باشن تا بپیوندن آیا چنین چیزی تو این 35 سال بوده اگر بوده آقای عرفانی باید بگه چیه چون میگه این نشده یعنی یک جوری از این دعوت به اتحاد تعریف میکنه که انگار این اتحاد شده این دعوت شده و کسی نپیوسته ولی هرگز موضوع اتحاد عنوان نشده موضوعات فراوان پلتفرم های 80 10 تا 12 تا بوده که خب به همون دلیل که 12 تا بوده خود آقای عرفانی هم نپیوسته بعد دیگران مثلا دکتر نوریالان هم همین کار کرده چیزهای ارائه داده 7 و 8 چی ماده خب نمیپیوندن نه که اونا بد باشه ولی اکثریت رو نمیتونه به دور خودش جمع کنه بنابراین این نوع نگاه که خیرخواهانه هست هم دکتر نوریالا هم دکتر عرفانی اینا من تردید ندارم منتها بیتوجهی جغرافی های ایران و مردمانی که توی زندگی میکنن حکومت ایدئولوژیکی که بی سابقه بوده در ایران زمینه های مناسب و مساعد داشته سنت حافظ این هست این نظام داره میاد و اومده 35 سال 35 سال دیگه هم میتونه باشه تا موقعی که اصلاح طلبی امید و تدبیر رو تبلیغ میکنه و این امید و تدبیرم راه به جایی نمیبره نخواهد برد راه حل تغییر بنیادین این نظام تجمع یا اتحاد عمل مخالفان استبداد هست بر سر موضوع معین و پیشنهاد من موضوع دفاع از آزادی دیگراندیشان یعنی تعطیل زندان بله خب اینا مسائل اما آقای مسعود یه سوالی کرده و میپرسه اونایی که مایی که تو ایران بودیم و اینا آیا بچه های خودمون رو بد تربیت کردیم که اینها به این
حالت تن دادن و این بحثی که شما مطرح کردی، اعتراض با مخالف، اینا تبدیل از معترض به مخالف تبدیل میشه، آیا این پایش در خانواده میبینه این ادب؟ شما آیا اینو اینجوری میبینی؟ خانواده تا یک سالی فکر کنم الان که پیدا شده، یعنی تا دو سه سال، این نقش خانواده از موقعی که بچه به کودکستان میره دیگه، خانواده نقشش به تدریج پایین میاد و نقش جامعه بالا میره. جامعه ایران بوده که مردم رو میسازه و ساخته و خواهد ساخت، و در این جامعه چه جریان داره؟ حاکمیت نقش اصلی رو داره، فرهنگ حاکم، گفتم سنت ها در جامعه مثل ایران نقش منفی بازدارنده و تعیین کننده داره، و دوام این حکومت و اینکه تربیت پسرت رو تو خونه تربیت کنی اصلا شوخی بزرگه. اون در تماس هایی که با جامعه به تدریج تماسش با، یعنی از خانه، از پدر مادر کم میشه و به بیرون اضافه میشه و تا اینکه میره مستقل زندگی کنه. نه، من خیال میکنم که وزارت اطلاعات بسیار باهوشی، با فکر بالا باهوش، برنامه‌ریزی داشته که آقای خمینی رو روشن فکر را آوردن. اولین ضربه‌ای که زد به نگاه خردمندانه، خردورزانه به مسائل روز، این بود که روشن فکر را آقای خمینی آوردن. این یه دروغ بزرگی، منتها دروغی بود که اونهایی که حکومت میکردن تا انقلاب پسندیدند، چون به هر حال ضد روشن فکری بودن، و بعد از انقلاب هم که مردم میگن این که روشن فکرهای ما آقای خمینی رو، پس بهتره تاریک اندیش باشی. بنابراین این به درستی، این نظام با هوش بالا حق داره حکومت کنه، چون میانگین مردم هنوز به نظر من باور دارن به این نظام و میبینیم که جان هم میدن، مال هم میدن، تحمل مصائب محیط زیستی و تغذیه و اصلا همه چیز تحمل میکنن. این نیست که مردم همه مخالف این نظام هن. این ارزیابیست که ایشالا گربست ما باید بگیم، نه درست نیست، و تربیت یک پدر و مادر در خانواده هم تعیین کننده نیست در نهایت. بسیار ممنونم. عرضم به حضور شما که پرسش بعدی که به موضوع فرمایشات شما مربوط می شود، شما همواره میگی که گذشته رو باید به جای خودش نگه داشت، ولی تر و برنامه‌ای به آینده داشت و نگاه به سمت آینده باشد. من میگم که برای رسیدن به این کار شما نیاز به یه تجمیع عمومی داری، مردم رو بتونی جمع کنی، و این صورت نمیپذیرد مگر اینکه شما یه بوق بلندی دستت باشه، مردم از طریق اون بوقه و صدا کنی بیاد. و میبینی که علارغم همه تکنیک و امکاناتی که امروز وجود داره و دیروز چنین امکاناتی وجود نداشت، و به هر حال این بحث اینترنت و نمیدونم ویدیو و یوتیوب و اینا هر کدومش میتواند یک بمب ساعتی باشد، ولی این اتفاق بازم نمیفته. فهم میکنی که دلیلش چیه؟ چی وجود داره که نمیتونه این رو تبدیل به یه بلندگوی واحد بکنه؟ الان مثلا شاهزاده رضا پهلوی هم الان اومده یه تلویزیون درست کرده برای خودش، تو دل تلویزیون اندیشه یه ساعتی رو گرفته یه برنامه درست کرده به نام افق ایران، چیزی از توش در نمیاد، راهکاری نشون نمیده، فقط یه برنامه است مثل بقیه برنامه ها. اینو چجوری میشه حل و فصل کرد؟ ببینید، شما گفتید که یه بلندگوی بزرگ میخواد. اینجا به نظر من فکر نادرسته. این راه نیست. بلندگوی بزرگ که فراوون بوده، که ماهوره ها هر کدومش یه بلندگوی بزرگ خودشون میدونن. من شنیدم شاهزاده رضا پهلوی تلویزیون مستقل مثل که راه اندازی کردن، یا اینکه در تلویزیون اندیشه، الان شما میگید نمیدونم من درست، برنامه‌ای در تلویزیون اندیشه هست اینطور که میگید؟ یه برنامه است در دل تلویزیون اندیشه، منتها اسمش گوشته تلویزیون افق ایران، اسمش تلویزیونه ولی در حقیقت توی ساعتی است از طی ساعت‌های تلویزیون اندیشه. برنامه میشه گفت یه مثلا اون گروه دیگه‌ای که آقای نصر اصفهانی درست کرده در تلویزیون پارس، همبستگی درست کرده، اونم رفته تو تلویزیون پارس نشسته، مدعیه که تلویزیون خودشه ولی تو تلویزیون پارس، یعنی تو زیر مجموعه تلویزیون پارس محسوب میشه دیگه، به اون نمیگن تلویزیون مستقل.
ولی این در واقع خب آقای رضا پهلوی هم مثل همه سازمان‌های سیاسی دیگه حتی میتونست تلویزیون مستقل داشته باشه. مگه رها تلویزیون اصلاح طلبان هست داره کار میکنه؟ اینا بلندگوهایی هستن، بوهای بلند و صدای بلند. وایس آف آمریکا از اون بر هست، بی بی سی هم هست، رادیو فردا هم هست. اینا بلندگوهای پرشنونده بیننده هستن در مجموع. اینها راه حل نیست، هر کدام سیاستهایی رو دارن اعمال میکنن. هر کسی هم به نظر من حق داره خودش رو تبلیغ کنه تا اینجا حل. ولی هیچ کدوم اینها سال یعنی من این حرف کهنه آقای حسیبی بودیم و محمد حسیبی در سان فرانسیسکو رو برنامه تلویزیونی نوروزی شاید 14 سال پیش بود به حرز بیرنده شنانده رسولم که هیچ چند نیروی هم حتی توان تغییر این نظام رو نداره. حتی اگر با هم چند نیرو متحد بشن، این هنوز اتفاق نیفتاده بود، نه هنوز هم نیفتاده. بنابراین راه حل این نیستش که پنج نیرو بیان با هم جمع شن یک تلویزیون هم درست کنن که پنج ماهواره فقط این رو پخش بکنه. این رو هنوز راه حل نیست، هنوز هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چه که لازمه از گذشته اتفاقا دکتر بختیار خوش بخیر گذشته چراغ راه آینده. بله به شرطی که عبرتی باشه. اون چه که منفی بوده درس بگیریم انجام ندیم، اون چه که مثبت بوده تکرار کن. حالا گذشته ما یک انقلاب 35 سال شد دیگه پشت سر داریم، نریم خیلی عقب تو تاریخ هم نریم. این انقلاب 35 سال پیش اتفاق افتاده، اگه بخوایم بریم تمام گذشته رو موشکافانه بررسی بکنیم این میشه همون اختلاف نظراتی که وجود داره. خوب هم هست که باشه، اینا هست، اینها به یک وحدت کلمه به قول آقای خمینی نمیتونه برسه. اما یک چیز هست که در مقطع انقلاب 22 بهمن 57 یک عنصری بسیار اصلی و اساسی جاش خالی بود به گمان من، مگر اینکه دوستان نقد کنن بگن این درست نیست. من خیال میکنم یک چیز هست که شاید اکثریتی باش موافق باشیم. اینجا الان گستاخانه بیان میکنم، اون چه که انقلاب بهمن 57 کم داشت عنصر آگاهی جامعه ایران بود. اشتباه نشه، نه عنصر آگاهی در روشنفکری یا پیش قراران مبارزه، عنصر آگاهی در آزادی خواهان، نه، نبود عنصر آگاهی در اکثریت مردمان ساکن جغرافیای ایران. این کمبود انقلاب بهمن 57 بود که نتیجه رو به اینجا رسوند که در واقع اندیشه روستایی، بدون توهین به روستانشینان، اندیشه نه مدنیت نه شهروندی امروز جهان قرن 21 بیاد حاکم بشه در سرزمینی با 2500 سال یا بیشتر تاریخ. بنابراین اون چه که از گذشته میتونه بدون اختلاف، اون چه که اختلاف هست بدون اونا، اینی که این عنصر آگاهی، مگه کسی یاد بگه نه جامعه آگاه بود؟ این دیگه نمیشه روش بحث کرد نخواستم. بنابراین عنصر آگاهی نبود که نتیجه انقلاب شد اون که دیدیم 35 سال هست ادامه داره. حالا همه میدونیم که راهی جز انقلاب در ایران نیست، اصلا غیر ممکنه. منتها باز انقلاب همون جوری بدون عنصر آگاهی نتیجهش میتونه بدتر از اینی که امروز هست هم باشه. بنابراین چگونه عنصر آگاهی میره تو اکثریت جامعه؟ ابتدا این دیگر اندیشخواهی، آزادی خواهی به معنی واقعی کلمه، آزادی سیاسی بیگیری دوشت برهنگان نزد پیش قراولان مدعی مبارزه و استبداد مقبولیت اول رو باید داشته باشه. یعنی جای اول توی این اندیشهشون، توی نوشتارشون گفته نیست. اینجور به اینجاست که من نومید هستم و تا این اتفاق نیفته انقلاب هم بشه هیچ تضمینی نیست. بلنگوی بالا صد تا بلنگو هیچ فایده نداره. انقلاب اگر آگاه بشه جامعه، اون وقتی که اتفاقا انقلاب با کمترین هزینه، یعنی حضور آگاهانه مردم، این استبداد که سهله، از این محکمترش هم حتی نظامیان پس از این قدرت اگر رسیده باشد تا هنوز عنصر آگاهی نباشه تو مردم، بره عنصر آگاهی حکومت نظامی رو هم بدون خونریزی با کمترین هزینه حتی سرنگون میکنه. منطقه این آگاهی رو چجوری میخوای به مردم برسونی؟ یعنی اطلاع پس الکلم من ببخشید، عنصر آگاهی ابتدا
برای اینکه این آگاهی برسه اون آزادی سیاسی بی قید و شرط یعنی آزادی گنجخواهی رو گفتم کی؟ جناب بهبهانی. اول مدعیان مبارزه با استبداد یعنی پیش قراولان صف اول، اسم نمیخوام ببرم دوستان که همش بزرگانی هستن که میشنست، اول اینها باید اعلان آمادگی بر سر چنین پلتفرمی بکنن. اول اینها باید بخوان. این همون جبهه‌ای است که آقای عرفانی میگه نشده. این موضوعش این اگر باشه آقای عرفانی آیا میاد یا نه؟ اگر آمد آقای عرفانی، اگر آمدن، اینجاست که من میگم این جبهه گسترده گله گشاد فقط یک اصل آزادی دگرندیش خواهی و یعنی بلافاصله تعطیل زندان. اینجا مردم میبینن که اندیشه های متفاوت حاضر هستند زندان نداشته باشند و این توسط این جمع بزرگ نسبتاً جمع پیش قراول تازه شروع میشه به تبلیغ برای جامعه. روی اون وقت رسانه ها و بلندگوهای خودشون هر کو بدون چی میگن دست کشیدن از انواع مبارزات دیگری که میکردن اونم ادامه بدن. اصل اینه که عنصر آگاهی توسط این قشر میتونه گسترده و وسیع بشه برسه به اونجایی که جامعه اون آگاهی اولیه رو پیدا کنه برای آزادی، یعنی این آزادی که داشته باشید تو. و جامعه روزی بیاد بیرون بگه من آزادی بیان، همون که کانون نویسندگان ایران 36 سال 40 رو وقتی 40 رو 20 سال پیش مطرح کرده، هنوز بنیانگذارانش به واقع از ریشه قبول ندارن متاسفانه. برای این راه اینه، چجوری عنصر آگاهی میره آزادی سیاسی، چجوری آزادی سیاسی مستقل میشه خواست پیش قراولان یعنی مدعیان، نه یک بار مردم آزادی سیاسی میخواد، نه اول اونها و بعد نشون میدن به مردم که این راهه که شما آزادی سیاسی باید بخواید. اون وقت جامعه این بلندش آزادی سیاسی رو بخواد که نمیتونه ببرش به نظر زندان، بگه ما میخوایم آزاد باشیم اون چی که سلیقمونه بگیم. اگه بگن ما حجاب میخوایم برداریم، میگه نه اینجا اسلامی حجاب نمیتونی برداری. هر چیز دیگه ای رو جامعه بیا تو خیابون بگه، از جمله رأی من کو دیدید که یا رأی اینو تقلب نشده همه تو رو، ولی بگی من میخوام بیان کنم حرفمو، میخوام آزاد باشم انتقاد کنم، نه همین هیچی جلوتر نقد چی فعلا نه آزاد باشم. این آزادی معنا داره. هنوز متاسفانه استبداد تفکرش، این نگاه استبدادی در خیلی اندیشان جامعه استبداد، خیلیشان با ایدئولوژی های متفاوت و متضاد گاهی در اینها این عنصر استبداد وجود داره و میخواد به قدرت برسه و چون آدم خوبی میدونه خودشو این استبداد رو اعمال کنه تا جامعه آزاد بشه به اصطلاح. یعنی نمیدونم نه دیگه انشالله که بشه بکار ما به انشالله ماشالله رسید. عرضم به حضورت که اشاره کردی به تلویزیون رها، مثلا میدونم که شما توضیح داریم برای دوستان که شما در شرف جابجایی منزل بودی و اینها و اینترنت رو نداشتی. الان یکی دو روزه که اینترنت شما وصل شده، نمیدونم تا کجا به ماجرا دنبال کردی و اینا. آقای جهانشاهی، امیر حسین جهانشاهی که خودش در حقیقت صاحب این تلویزیون رهاست و سرمایه‌داری آنچنانی، دو سه سال پیش آمد گفتش که تنها راهش اینه که این نظام رو براندازیم و ویدیوش هست، من ویدیو رو چند بار پخش کردم تا حالا، که تنها راهش اینه که این نظام براندازیم و 90% قشر سپاه پاسداران هم با ماست، همراه ماست. و اخیراً هفته گذشته آمد و اعلام کردش که نه آقا، اصلا کسی همچی حرفی بزنه خائنه و من فکر میکنم که این توافق اینجا انجام میشه در وین و تحریما برداشته میشه و من میرم ایران، من در بهار امسال میرم ایران و از این راه کمک میکنم که اقتصاد باز بشه، شرکت ها وارد بشن و هر کی هم راجع به این داستان حرف بزنه خائنه، بقیه همه خائنن، ایشون فقط خادمه. خب وقتی این همون رفتار یه نوع حخاییه دیگه، مثلا بعد این تو دل این یه دوره چیز در اومد، تو دلشون الماس و اینا در اومد، متی در اومد، بعد اون رفیق ما گفتش که وقتی بهش گفتن الماس گرفتی اینا، گفت آره آقا الماس تقلبی بود، راجب گرفتنش حرف نزد، نگفتش گرفتم. اون عمل در حقیقت زش رو
از روش پرید، ولی بعد اعلام که نه آقا اینا سنگ شیشه بودن، قلهی بودن، الماس که نبودن که، الکی بودن. خب این شرایط ماست، تو چنین شرایطی رو چجوری میخوای این چیزی رو که تو فکرت بپرورونی؟ وقتی یه کسایی مثل جهانشاهی میان تلویزیون درست میکنه، اینجور میکنه، اونجور میکنه، و بعد آخر سر میگه شما خائنی، من میخوام برم ایران، اینو چجوری تعریف میکنی؟ خب ببینید جناب رهبانی، شما خودت دلیل آوردی بر رد اون که بلندگوی بزرگ میخواد. خب این آقای جهانشاهی هم پولشو داشته، والا تغییر نظر کاری ندارم، تلویزیون مستقل 24 ساعت تلویزیون را انداخته با بودجه خیلی هم حرفه‌ای دارن کار میکنن، و این طیف اصلاح طلبه. خب هر کسی عقیده خودش این در واقع اون بلندگو تمام تو اون شرایطی که شما گفتید این داره. پاسداران دیگه حالا فرض میکنیم راست میگه باهاشن دیگه بدتر، این نمیتونه بر این نظام چیره بشه و پیروز بشه. اما خب معلومه که این با من و شما نخواهد اومد. خب اشکال همینه. حالا غیر از این، شما طیف اصلاح طلب رو فراموش کنید، طیفی که میخواد این نظام رو از بیخ و بن تغییر بده، براندازی کنه یا با هر زبانی منحل کنه، هر جور بگید، این طیف مشکل داره هنوز. بذارید من یه مثال کوچولو بزنم. ببینید یه ساحل دریا رو نگاه کنیم، ماسه که رو زمین زیر پامون سفت ایستادیم، ما دریای شمال البته اینجوری بود، همه دریا اینجوری است، ماسه میرفت کم کم دریا میرفت گود میشد، میرفت گود میشد، میرفت تا اینکه از آب از سر آدم میگذشت و میرفتیم اون تا عمق 10 متری دیگه. حالا نگاه کنیم اینی که آدمی که توی عمق 10 متری، یکی تو 5 متری، یکی 3 متری، یکی 2 متری که آب تا سرشه، یکی توی تو آب تا کم، یعنی اون که آب تا سرشه 2 قدم میاد به طرف ساحل، آب میاد تا کمرش، اکسیژن تنفس میکنه، لذت میبره از آب و خنکیش و کیف میکنه، این نجات پیدا کرده با 2 قدم. همین 2 قدم برای نفر پشتی که 5 متر و 10 متر و 100 متر هیچی نیست. اینجاست این تفاوت بین آدم ها. بعضی ها با 2 قدم به جلو رفتن، حالا به سمت ساحل، ساحل عافیت در این مورد، صندلی قدرت در مورد آقای جهانشاهی، آره با 2 قدم مشکلشون حل میشه. اصلاح طلبان که نام نمیبرم، مردم همه میدونن، منتظرن با یه انتخابات که یه ذره تقلبش کمتر بشه بره رو صندلی. خب آره، ولی اون نفرات قبل از اون، طبقات و اخشار محروم جامعه، اینا نمیان با اونا که آگاهن که اصلا نمیان، اونا که ناآگاه میگه مشیت الهی است که من تو غر اقیانوس غرقم. بنابراین این جمعی هستن به هر حال بگیم روشنفکر، مبارز، مدعی آزادی، مدعی مبارزه و استبداد، با اسم مستبد، مبارزه و استبداد رو ادعا میکنن. این قش کم نیست در ارزیابی من. اما اینها حتی آزادی خواه، یعنی آزادی دیگر اندیش خواه نیستند. به این دلیل من مایوسم، نه آقای جهانشاهی، این آقای جهانشاهی همیشه بوده هستن، این بخش حکومت، بخش از حکومته، تا روزی که بکنن به قول شما گفتن پس بگیرن دوباره این امید و تدبیر، اینا روزبارش سپری میشه. ولی اون بخشی که اون قشری که اون جمعی که میخواد این نظام رو از بیخ و بن تغییر بده، بذاره کنار، قانون اساسی همه چی رو عوض کن، این راهی پیدا نکرده و حاضر نیست زندان رو تعطیل کنه، میخواد مخالفان خودش رو زندان بندازه. من نمیدونم با چه زبانی دیگه بگم، من ضبط و زندگیم تموم شد تو ماه نوروز امسال، فکر میکنم شمشیر از رو ببندم و شروع کنم به نام بردن، برای اینکه بالاخره مردم جوان حق داره برسه آقا راجع به کی حرف میزنی. اون وقت دونه دونه دیگه هر هفته 2 تا 3 تا 4 تا اسم میبرم که آقا اینا شما خیلی میکنید آزادی خواهن نیستند. من متاسفم، به این دلیل من ناامیدم آقای بکنم. بله، ولی بعد آقا یه شرایطی هم بعد صدا رو باز کنم، ببخشید صدا بسته بود. آخه باید یه شرایطی هم آماده باشه، یه چیزی وجود داشته باشه که نمیشه که یه مرتبه از اینجا به اون چیزی که شما میگی یا بپریم به اون نقطه، که باید یه مسیری وجود داشته باشه که به اونجا برسه. تو شرایط حاضر فهم میکنی همچی امکانی وجود داره؟ همچی شرطی رو شما میبینی؟ همچی ظرفی رو شما اصلا میبینی که باید بشه توش این رو ریخت؟ و ببین امکان چی، برای کی باید امکان باشه؟ من دارم از کی صحبت میکنم؟ من از دکتر نوری‌علا و عرفانی و خود شما و
تمام بزرگان قوم که مدعی آزادی خواهی و آزادی دیگه اندیش خواه اگر باشن. من از اینا دارم صحبت میکنم. چه شرایطی؟ اینترنت وسیله ارتباطی است که هزار تا هم شدن، جمع شدن تو سالن‌های مختلف. من صحبت از 1000 تا آدم 2000 تا آدم دارم میکنم که با وسایل تکنولوژی ارتباطی امروز هیچ مانعی سر راه نیست. یه تمایل هست، یه اقرار و یعنی چجور بگم، با یه سایت اینترنتی یه سایت میشه باز کرد و این جمع در یک موضوع که اونم همین باشه، آزادی دگراندیش خواهی، همین. این برای این عده، این شرایط یعنی تفکره، یعنی توافق، درک مطلب و موافقت با اون. این چی؟ یعنی از شرایط داخل ایران؟ نه، این به خارج از ایران مورد صحبت میکنه. این جمع خارج آیا پتانسیل رو داره؟ این مایل هست؟ این باور رو داره؟ شرایطی شما اگه روشن کنید منظورتون چی از شرایط؟ هیچ چیز نمیخوام، فقط چطور شرایط برای برگزاری انواع سمینارها و نشست‌ها و پنل‌ها و اینا همه هست، سخنرانی‌ها و چی و چی اینا هست. مطور چرا میدونید هست؟ برای اینکه میشه حرف خودشون میزنن، از رسانه خودشون یا نزدیک به خودشون پخش میکنن، دلشون هم خوشی که حرفشون هم زدن. خب بزنید، 35 سال سابقه دراز هستن این کار، به جایی هم نمیرسه عزیزم. الان در همین آخری که شما بودی درش، مثلا همین بخوم، خب همه اومده بودن دیگه اونجا، اون رو چجوری تفسیر میکنی؟ پر اون جزء این محسوب نمیشه؟ اون چی خواست شما رو بردارم؟ اشکال همین جناب بهبانی، من خوش ابراز خوشبینی هم کردم، درسته که توشم بودن آدم هایی که آزادی دیگر اندیش خواه هستن، ولی این موضوع دستور اصلا این سر این یک چی میگن، یک بیانیه، یک اعلام. آقا این جمعی که اومده بود 100 نفر آدمی که بودن، آیا موافق آزادی دیگر اندیش خواه هستن؟ موافق زندان های علمی سیاسی، زندان سیاسی تعطیل و برچیده بشه؟ البته من یه متنی از یه چیزی داره فروهر اون قطعیشون یه اعلامیه ای بودش، بعد شو زیرش نشته بود برچیده شدن خواست، اولین بار دیدم هم دو هفته هفته پیش، برچیده شدن زندان های سیاسی. خب فوق‌العاده است، این جمع میتونست یه همچیزی بنویسه؟ ما برای برچیده شدن زندان های سیاسی آزادی دیگرانش خواهی رو دفاع میکنیم و سر این با هم کار میخوایم بکنیم؟ یه همچین جمعی وجود نداشت. حتی وقتی من گفتم، یه دوستی برگشت گفت در فرانسه هم آقا همه آزاد نیستن. جای تاسفه. نه، فایده نداره. این جمع ها هر چقدر برگزار بشه به جایی نمیرسه. لذت میبرن، هم دیگر رو میبینن، تبادل نظر میکنن، که میفهمه کی کجا وایساده، موازه هم دیگر رو میشنون، نقد میکنن هم دیگر رو به اصطلاح. داستانیه دیگه. یعنی چی در فرانسه هم همه آزاد نیستن؟ مقصودش چی بود خب؟ یعنی مقصود شما چی بود؟ مقصود اون چی بود؟ سر آزادی بیرون شرط سیاسی که من برای هر وقت اونجا چند دقیقه صحبت وقت داشتم همش همین بود. این تبلو من کویدم، ایشون دوست عزیزی بود که گفت در فرانسه هم مثلا این موردی. آخه هر جایی سر مقولات سیاسی یه اتفاقاتی میفته. الان در امریکا فرگوسن، سر اون کشته شدن اون جوان سیاه‌پوست به دست پلیس و رفع اتهام از پلیس، یعنی در واقع دادگاه سنبل، ما میگیم سنبل شدن یه دادگاه، تظاهرات برگزار شد چند شب پیش. خب این تظاهرات در امریکا آزاده، اجازه گرفتن رفتن تظاهرات کردن، اما 40 نفر دستگیر شدن. خب این که 40 نفر، این خبره که 40 نفر دستگیر شدن، این خبر باب دندون هواداران جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، هواداران اصلاح، همه اصلاح طلب ها، اونایی که آزادی سیاسی بی قید شرط و قبول ندارم، یا بیا اینجا هم ببین امریکا هم گرفتن 40 نفر رو. دیگه نمیگه که این 40 نفر جرم اجتماعی انجام دادن، سنگ و اشته زده به کله پلیسه، دست برده اسلحه پلیسه، یک کاری غیر از تظاهر به یعنی غیر از اعتراض به رأی دادگاه کار دیگری انجام دادن. اینو نمیگن، عمدن هم نمیگن. در فرانسه هم چنین مثالی من خاطرم نیست، به حال همه جای جهان همین. سوئد، یوتیوب و گوتنبرگ وقتی آی بوش میومد
تظاهرات کردن، چون پلیس سوئد اصلا تجربه ضد شورشی نداشت، از کشورهای دیگه کمک گرفتن، چونچه همونجا هم زدن یه ده شیشه های توی یوتیوبری شکستن شیشه های فروشگاه هایی رو، یه ده رو هفتش نفری ده نفری رو دستگیر کردن، شروع کردن اینا که ضد آزادی هم به معنی واقعی، آزادی سیاسی دیگر اندیشگاه نیستن، آزادی بیغیرش سیاسی رو قبول ندارن. خودم بیا دیدی آقا اینجا هم آزادی فیزا در تظاهرات گرفتن جوانه مردم که آقا برای شکستن شیشه گرفتن، بعدم بین 48 ساعت فرون و قرامت بعضی ها پول شیشه دادن ولشون کردن، نبردن اوین بازجویی کن که تو چی فکر میکنی، تو الان جاسوس CIA یا FBI اینا مفیشینه که موساد اسرائیلی یا MI6 هست، اینجوری نیست. ولی اینها با در واقع با پنهان کردن اصل خبر بی دقتی تبلیغ میکنن مواضع ضد آزادی خودشون رو، که نظام کیف میکنه از این حرکات و اصلاح طلب ها حسابی بهره میگیرن از این خبرها. بنابراین نه آزادی سیاسی قید و شرط بردار نیست و مجلس اسلامی ایران چند بار رفته که قانونی کنه، بنویسه آقا جرم سیاسی چیه، باید قانونمندش تا به جامعه بگه آقا اینا جرم های سیاسی انجام ندید، نتونسته این کارو بکنه و اون وقت به اصطلاح آزادی خواهان ما که آزادی سیاسی بی‌قید قبول ندارن حاضر نیستن، و اگه میتونن بنویسن جرم سیاسی چیه. به هر حال درد یکی دوتا نیست، درد بزرگه، و چون ما میخواییم به عمر خودمون، من نوعا دلم میخواد اندیشه من به قدرت برسه و اونی که من میگم چون من بهترین شکل جامعه رو تصور خیالم دارم و اگر با من همکاری کنمه جامعه رو میکنیم بهشت، و از این بستا نمیگم دروغ میگم، منها دروغ نمیگم، همه راست میگم همه، ولی استبدادی این فکر نمیدونیم که مستبدی خیال میکنیم آزادی خواهیم. من معتقدم که این آقا پیش زمینه میخواد، یعنی همین اینی که شما داری تعریف میکنی، همون پیش قراولا، همون اونا، اونم باز پیش زمینه میخواد. یعنی اگه تو همین فرنگ هم که نگاه بکنی، الان نگاه کن توی آمریکا این آقای چاکگل از سمت نظامی خودش، یعنی یه بخش مهم آمریکا پنتاگون، این آقا استفاده داده رفته کنن و قرار است یه خانومی بیاد بشه فرمانده کل قوا، که البته فرمانده کل قوا رئیس جمهوره، ولی بالاخره رئیس ستاد بشه، رئیس پنتاگون بشه، وزیر دفاع بشه، یا مثلا فرض کنید که یک سیاهی بشه رئیس جمهور آمریکا. خب این زمان میبره تا به اینجا میرسه، همین شبانه اینجوری نشد که بخیر. من معذرت میخوام، ببین شما میگی که یه پیش زمینه میخواد، خب بعد یهو میری صحبت وزیر دفاع که استفاده داری که به نظر هیچ ربطی نداره. شما که میگی پیش زمینه میخواد، خواهش میکنم اعلام کن چه چیزی میخواد برای پیش زمینه که ما بریم سراغ شما. بگو این در حقیقت یه عنصر همون که شما گفتی، یه عنصر آگاهی لازم داره. نشد آگاهی برای جامعه ما میخواییم. شما میگی آقای دکتر نوریالا آگاه نیست، پیش زمینه ای که دکتر نوریالا ها میخوان چیه؟ آزادی دیگه. یعنی آگاه نیست پس دکتر نوریالا؟ نه من چرا این حرف نمیزنم، من دارم میگم که اونی که شما از یه ایدئالی داری صحبت میکنی. نه خیر، ایدئال ای بابا ایدئال نیستیم. این دم دستترین، اجازه بده عزیزم، این دم دستترین و ممکنترین راهه و ایدئال اصلا نیست. آدم های مثل دکتر نوریالا اگر آزادی بی قید و شرط سیاسی رو از بیخ و بن قبول داشته باشن، یعنی آزادی دیگر اندیشخواه باشن، یعنی زندان های سیاسی رو برچیده ببینن در فردای بلافصل تغییر این نظام، این آگاهی، این فقط دیگران رو با دعوت کنن به این، به همین این سکوی برای حرکت و تغییر نظام. با این سکو میشه این نظام رو تغییر داد، با استبداد دیگه که نمیشه استبداد رو عوض کرد. که من نمیفهم آگاهی میخواد دکتر نوریالا ها آگاهی میخواد، نه این آگاهی رو دارن، منتها
حالا مثلا یک کسی هست ضد چپه، یکی از ضد راسته، هیچ فرقی هم با هم نداره، هر دو همون کارو میکنن، یعنی هر دو حاضر نیستن کنار هم برای آزادی، برای تعطیل زندان سیاسی، برای استقرار آزادی های بی غیر شرط سیاسی، یعنی چپ تا راست، مطلق راست مطلق چپ آزاد باشن، زندان نرن، بیان کنن نظراتشون رو. این آگاهی نمیخواد، این آگاهی رو دارن، آمادگی ندارن، نمیخوان عمل کنن. عزیزم هیچ پیش زمینه ای نمیخواد، عزیزم هر چی بگیم بهانه است. وزیر دفاع اینا رو فارش نشیم چون وقتمون هم که تموم شد، هم شما خسته شدی هم شنونده های شما. نه وقت همیشه کم میاد، ولی به حال من دوست دارم که این بحث رو با شما و بینندگان همچنان ادامه بدیم، بالاخره به یک نتیجه خواهیم رسید، یه جایی بالاخره این گره باز خواهد شد، ولی باید تلاش کرد دیگه. من این تلاش رو میپذیرم، ولی از جانب خودم بر اساس شواهدی که وجود داره من فکر میکنم خودم رو جزو اون آدمایی میدونم که فارغ از این بند هستم، یعنی اینکه توی سابقم از جایی که شروع کردم تا جایی که اومدم و امروز ایستادم، تو عمل نشون دادم که من این فلکسیبیلیتی رو دارم که با آدمای مختلف بذارم اینا بیان حرفشون رو بزنن. نه نشد حرف بزنن. شما سعید بهبهانی آیا حاضر در جبهه‌ای برای دفاع و استقرار از آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی و تعطیل زندان یعنی آزادی دیگر اندیش خواهی، حاضری در این چنین جبهه‌ای عضو باشی و فعال؟ هستم، چطوری نیستم؟ همون این جبهه وجود نداره، شما کجا هستی؟ نه هستم دیگه، عمل من اینو نشون میده دیگه. نه عمل آقای میبودی هم اینو نشون میده. نه من نمیذارم فرار کنی سعید جان. نه منم فرار نمیخوام کنم، من وایسادم سعید جان صف و منتظرم که ببینم که بالاخره عزیز دلم شما خیلی سال پیش، 30 سال بیشتر از 30 چند سال پیش، آقای میبودی، آقای گرگی، اینا آدمای مختلف متضاد و هم آدم رو رادیو تلویزیون حرفاشون زدن، رفای متضاد. این تولرانس یه برنامه‌ساز فرق میکنه. سعید بهبهانی ها عضو جبهه‌ای که هنوز تشکیل نشده حاضرن باشن، این اعلان آمادگی خود شروعه. من و تو میشیم دوتا، حالا نه که ما دوتا، این حتما ادهی هستن که ما نمیشتاسیم. این باید اعلان موجودیت چنین جبهه‌ای رو کی بکنه؟ من که متولی این کارا نیستم، که دکتر نوری‌علی‌ها باید بکنن، آقای دکتر عرفانی باید بکنه، که بگیم، که اقلا بگیم 35 سال کاری نشده امروز بکنیم ببینیم میر که این پیشنهاد بهش لبیک گفته میشه یا نه. یعنی سعید بهبهانی و اسفندیار میپیوندن به این حرکت، علاوه بر تضادهایی که اختلاف نظرهایی که دارن همون ما داریم، عالی هم هست. من آماده هستم ادامه بدیم این موضوع رو تا به یه جایی این موضوع برسه، چون مربوط به فرداست، مربوط به دیروز نیست. بسیار اجازه بدید دوستی زنگ زده بریم شرط کمک کنه بفهمید، خودتون معرفی کنید. من کاکان هستم از لندن، عرض ادب خدمت شما و جناب مفرزاده. یه سوال داشتم و یه مشارکت کوچیکی در بحث رو می‌خواستم بکنم. بفهمید، خوشحال میشم. جناب مفرزاده عزیز، من فرمایش شما بارها شنیدم، یعنی بحث آزادی‌های بدون قید شرط خیلی هم بحث خوبیه، یعنی به نظر من اون ایده متعال مردم ایران و هر جای دیگه خواهد بود، و ولی بحث اینه که خب این آزادی های بدون قید شرط یه اشکال داره. شما میگید این سخت، این پایینه خواستای ماست، یعنی کف خواستاست. به نظر من سخت خواستای ما هم اگه باشه خیلیه، ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر اگه سخت خواستامون باشه نه کفش، خیلی جلو رفتیم. ولی خب همه چیرم هم منوط میکنید به این مسئله که خب خوبه، ولی راه حل عملیش، یعنی سوالی که باید بهبهانی من فکر میکنم دارن مطرح میکنه، خب چگونه؟ یعنی آیا باید جامعه آگاهی پیدا بکنه؟ خب اینا همه بحثای تئوریه، راه به جایی نمیبره در صحنه. مگر اینکه بیاین اینو به عنوان یه مانیفست اعلام بکنیم، یه تشکل و تحزبی حول این شکل بگیره، اون وقت میشه. نمیشه انتظار داشت که از همه بیان آقا اینو بپذیرید، چون امکان داره یه عده با این مشکل دارن، یه فهم ندارن ازش، یا اصلا برداشتشون متفاوته. ولی اگر به صورت یه مانیفست مطرح بشه بر مبنای اون یه تشکل و حزبی رو، افراد میتونن بهش بپیوندن. اون تشکل سیاسی میتونه مبارزه بکنه برای این هدف،
حالا استراتژی خاص خودش داره، تاکتیکای خاص خودش باید دستش در بیاره. اینجوری به نظر من راهش یه مقدار شفاف‌تره. غیر از اون یه بحث نظری گنگ، خب میشه انواع اقسام تئوری‌ها رو داد. عذر می‌خوام، منظورم قصداً خدای نکرده اندر استیمیت کردن بحث نیست، ولی میشه. من یادم خان بابای تهرانی یه زمان میگفت خب ایدئال من اینه که روزا برم ماهیگیری، شبا نقاشی کنم، برای جامعه اون اینو تعمیم بدم. ولی خب اینا چه میدونید طرفای ایدئالیستیه، اصلا قصدم این نیست. من بحث شما رو بسیار میپسندم و میکنم واقعا هم یک راه حله، ولی به عنوان یک برنامه، یک هدف، یک مبنایی که بشه دورش جمع شد تا غیر این. و الان نمیشه بگیم نوری الله به پیوند میبودی همه آقا بیان این قبول کنم، نمیکنن اصلا، نمیدونه با مسئلهش نیست، درگیر با جمهوری اسلامی به دلایل دیگه. عذر میخوام اگر بحثم مفهومه، دوست دارم یه توضیح بدید. متشکرم جناب منفرزاده عزیز. ممنونم از شما، مرسی. بفرمایید آقای منفرز. اجازه بدید که عزیز من ساسان عزیز که همیشه محبت داره و نکته میبینه، من هرگز نگفتم آزادی های بی قید و شرط. آقای مهمانی، من گفتم آزادی های بی قید و شرط. سیاسی هم دنبالش داره. آها، آزادی های سیاسی بی قید و شرط، آره. و تا این نباشه هیچ اتفاقی بنیادین صورت نمیگیره. این اصلا سقف نه، این کفه، این اصلا با این شروع میشه. این چیز عجیب غریبی نیستش. این یعنی این که چجور بگم، ما از خمینی و خامنه‌ای گذر کردیم، یعنی ما مثل اونها نباشیم، چون اونها این را قبول ندارن. هر کسی که این را قبول نداره، تفاوتی برای من، تفاوتی با آقای خامنه‌ای نداره، با آقای خمینی تفاوتی نداره. اونم میگه آزادی اسلامی، آزادی سیاسی اسلامی، ببخشید. اون مردم مسلمون هم نوش جان، خب آزادی شد. نه اصلا اینجوری هیچ حزب نمیخواد، این یه جبهه هست. حزب خیلی مو آقای نوریالا نوشتن، این یک مورد استقرار آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همگان، یعنی آزادی دگراندیش خواهی. و این چطور این جمله واقعا بحثه؟ این بحث نیست، یه عنوانه. یک کسی یا اینو قبول داره یا نداره. جناب ساسان، اگر الکن هستم اجازه بدید که در هفته بعد و هفته های بعد فقط تقصیر آقای بهبهانیه. من میگم آقا راجب آینده، این یعنی راجب آینده. من راجب این حاضرم هر چقدر دوستان عزیزی مثل ساسان بزرگوار که وقت میذاره و گستاخیان منو میشنه و انگوش میذاره رو جاهاش که باید درست بشه، من هرگز نمیگم، مطلق دارم درست میگم، راجب این صحبت کنیم. آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همگان و نتیجه برا فصلش تعطیل زندان های سیاسی، یعنی پایان این فرانی را سودوده را آزاد کنید، چه بکنید، تمام این قصه هایی که امضا جمع می کنن. این چه جور میتونه مستقر بشه؟ آگاه مردم، آگاه نه، اول دکتر نوری علاها این رو بپسندن، بخوان این پلتفرم، این جبهه رو، اعلام موجودیت این جبهه رو بکنن تا بنده و امثال من هم بپیوندیم، فعال بشیم، علی‌رغم فعالیت‌های دیگر سیاسی که همینجور همه درگیریم و چه شب و روز رو اینترنت مبارزه می‌کنیم. این مورد رو یه پیوندی باشه، یه انعکاسی پیدا کنه در ایران و مردم ایران ببینن که یه جمعی که با هم مخالفن تا دیروز حیثیت همدیگر رو با فحاشی سیاسی زیر سوال می‌بردن، الان با هم به یک فصل مشترک رسیدن. این چیز، این بحث، من حاضرم هفته های آینده بحث کنیم. به نظر من جای بحث نداره، جای رد به قبول داره. بسیار ممنون و متشکرم. 100% این کار رو ادامه خواهیم داد. از شما بینندگان نازنینم ممنون و متشکرم و دلم میخواد که بیشتر شما هم تو این بحث ها شرکت بکنید و نظرتون رو بگید، تا اینکه بالاخره خوبه اگه حرف بزنیم راجبش، برای همگان خوبه، هم برای من خوبه، هم برای خودی کسی که حرف میزنه خوبه، هم برای کسی که میشنود. آقای منفرزاده ممنونم از شما، سپاسگزارم. فرصت دیگری دقیقاً جان سخن از زبان ما میگه، یعنی واقعا دعوت بیننده شنوای عزیزمون به این که این ماجرا رو از منبر بیرونش بیاریم. این سنت منبر خیلی بده که ما بشینیم هم نه گفتگو کنیم، واقعا تبادل نظر کنیم.
نمیدونم ترتیب نظمشو خود شما بهتر میدونید سعید جان، و بیرندهای شما بیرندهای معمولی نیستن خوشبختانه، و درگیر میشین و حتما به یه چیزی میرسیم. یعنی یا من این حرف رو باید رها کنم و هیچ دردی نمیخوره، یعنی امروز، یعنی برای فردا، یعنی برای اولین حرکت کارساز نیست، میذارمش کنار، یعنی من تأثیری ندارم، من راه بهتری پیدا میکنم. اگرم که بود جمع بزرگی شدیم چه بهتر. به هر حال ممنونم که این فرصت رو به من دادی، از ساسان عزیز ممنون، امیدوارم دیگر بیننده شنونده ها هم همینجور مثل ساسان بزرگوار وقت بذارن. واقعا با کار دیگه جز تبادل نظر فعلا نمیتونیم بکنیم، مگر راه حلی پیدا کنیم که مقبول هممون باشه. ممنونم سعید جان و از همه بینندگان نازنین. بها گفتگوی با آقای اسفندیار منفردزاده، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.